خب سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بذارید بریم سراغ خود اصل قضیه، یعنی مدار الکتریکی. دیگه امروز میخوایم با هم دیگه خیلی جدی بریم سراغ مدار الکتریکی و ببینیم که در یک مدار الکتریکی چه اتفاقهایی رخ میده. بنابراین بذارید من اول از همه یک مدار یه خورده متفاوت تر از اون مداری که همیشه میکشیدیم و یک مقاومت داشت بکشم. من فرض میکنم من یک مدار این شکلی دارم، یعنی یک مقاومت اینجاست، یک مقاومت هم اینجاست و یک مقاومت دیگه هم اینجاست. خب و این هم باتری من هست، این وی منفی باتری منه، این وی مثبت باتری منه، این هم اسمشو میذارم R1، اسم اینو میذارم R2، اسم اینو هم میذارم R3. خب این اصلا چیز پیچیده ای نیست، یعنی شما میتونید یک باتری بذارید، سه تا مقاومت رو اینجوری با سیم به این باتری وصل بکنید پشت سر هم و یک چنین مداری رو بسازید. کار 30 ثانیه است. من مطمئنم همتون اگه من این باتری و مقاومت بهتون بدم خیلی سریع این کار رو میتونید بکنید. خب حالا چیزی که من میخوام اینجا پیدا بکنم و من اسم اون رو میذارم حل یک مدار الکتریکی، اولا همه جریان های یک مداره. خب یعنی همه جریان هایی که از مقاومت ها عبور میکنن و از سیم های مختلف مدار من عبور میکنن و ثانیا ممکنه مسئله یا اون کاربردی که من میخوام مدارم رو در اون استفاده بکنم از من مثلا اختلاف پتانسیل ها یا افت پتانسیل ها رو بخواد، ممکنه مثلا توان مصرف شده در مقاومت ها رو بخواد، توان مقاومت ها رو بخواد یا خیلی چیزهای دیگه. اما هدف اصلی از حل مدار پیدا کردن جریان های مختلف مدار. در این مدار خب جریان اول از همه به من بگید در کدوم جهته؟ آفرین، من مطمئنم همتون میدونید که الکترون ها در این جهت حرکت میکنن، یعنی میان و اینجا میخوان بیان بچسبن به این باتری من، اما جهت قراردادی جریان اینوری هست. خب اولین چیزی که من میخوام شما رو در این مورد قانع بکنم و کار خیلی سختی هم نیست، من مطمئنم شما خیلی زود در این مورد با من هم عقیده میشید، اینه که این جریانی که از این مقاومت عبور میکنه با جریانی که از این مقاومت عبور میکنه با جریانی که از این مقاومت سوم عبور میکنه همه با هم برابرن. خب برای این کار اولین روشی که من سراغ دارم اینه که خب من بیام اینجا یک آمپر مس قرار بدم در این قسمت‌های مختلف مدار و بعد شما ببینید که با هم برابر شد. اما خب این خیلی راهی نیست که الان و با استفاده از ویدئو عملی باشه. من دوست دارم یه روزی با هم بریم تو آزمایشگاه و همه اینها رو با هم تجربه بکنیم، اما الان من این امکاناتو ندارم براتون با ویدئو آمپرمتر بذارم. اما راه دیگه‌ای که شما میتونید ببینید که این جریانی که از این مقاومت من عبور میکنه که اسمش هست I1، یعنی اسمش رو میذارم I1، اسم اینو میذارم I2 و اسم اینو میذارم I3، برای این که ببینیم که همه اینها با هم برابره، یه راه دیگه اینه که برگردیم به همون مثال خیابون و میبینیم که اینها آرایشی که پشت سر هم قرار گرفتن که من به این آرایش میگم آرایش سری، حتما از خازنها یادتون هست که سری یعنی دقیقا پشت سر هم بسته شدن، اینها درست مثل اینه که من همه اینها رو در یک خیابون متوالی پشت سر هم داشته باشم. حالا اگر الکترون هایی که از این مقاومت دارن عبور میکنن، خب اگر سرعت این الکترون ها این وی که عبور میکنن بیشتر باشه از سرعتی که الکترون ها اینجا عبور میکنن، در این صورت این الکترون ها خیلی سریع حرکت میکنن و میرسن به این نقطه، اینجا سرعتشون کمتره و بنابراین کلی الکترون باید این پشت جمع بشه که اصلا با عقل جور در نمیاد. خب بنابراین اتفاقی که میفته در این مدار من اینه که جریانی که از همه اینها عبور میکنه برابر است و علتش هم این هست که در طول یک سیم، یعنی وقتی من فقط یک سیم متوالی دارم، سرعت حرکت الکترون ها در اون نمیتونه متفاوت باشه، در این صورت ترافیک الکترون باید تشکیل بشه و این اصلا چیزی نیست که با عقل جور در بیاد. خب حالا من دلیل خیلی دقیقش رو به شما نگفتم، اما به هر حال یادتون باشه که جریانی که از یک سیم عبور میکنه همه جا برابر هست. خب حالا اگر من بیام و یک ولت متر اینجا قرار بدم، اگه میپرسید ولت متر چیه، من اول ازتون میپرسم که ولت واحد چی بود؟ ولت واحد ولتاژ بود، درسته؟ بنابراین یک ولت متر ولتاژ رو
اندازه میگیره. حالا من اگر بیام یک ولت متر اینجا قرار بدم در دو سر این مقاومت، اول از همه شما یک سوال رو به من جواب بدید، چرا من ولت متر رو به دو سر مقاومت وصل میکنم؟ آفرین، برای اینکه اختلاف پتانسیل چیز با معنیه. من اختلاف پتانسیل این دو نقطه رو، نقطه یک و نقطه دو رو مثلا این یک و این دو میخوام، و پتانسیل به خودی خود معنی نداره برای من، من اختلاف پتانسیل رو میخوام. حالا اگر من بیام یک ولت متر اینجا وصل بکنم، من میدونم که اگر این اندازه اختلاف پتانسیل یک و دو باشه V1 من برابر هست با R1 ضرب در I1 من که همون I کلی مدار من هست. و اگر همین کار رو اینجا هم بکنم، یعنی بیام یک ولت متر هم دو سر این مقاومت وصل بکنم، من میدونم که طبق قانون اوهم V که این دو سر خواهم دید برابر هست با R2 ضرب در I2 که همون آی مقاومت من هست، و همینطور برای V3 من میدونم که این هست R3 ضرب در I. یعنی اگر یک ولت متر اینجا وصل بکنم، اختلاف پتانسیلی که به من نشون میده دقیقاً این هست. خب بیاید یک مرور کنیم، اینو بذاریم کنار چیزهایی که جلسه پیش یاد گرفتیم. جلسه پیش دیدیم که با عبور از مقاومت، وقتی یک بار مثبت میرسه به اینجا، وقتی از این مقاومت عبور میکنه، انرژی پتانسیل الکتریکیش کم میشه. یعنی من از این نقطه تا این نقطه مقاومت افت پتانسیل الکتریکی دارم. خب یعنی اگر این نقطه پتانسیلش باشه مثلا V1، این نقطه باشه V2، من میدونم که V2 از V1 کمتر. خب این V1ی که من اینجا نوشتم و پس شما بذارید من اسم اینو بکنم VA، اسم اینو بکنم VB که با این V1 قاطی نشه. این V1 در حقیقت هست VA منهای VB. چرا من نتونستم بنویسم؟ خب بنابراین پتانسیل نقطه B، یعنی نقطه 2 VB کمتر از VA، من یک افت پتانسیلی دارم. خب این دقیقاً به این معنیه که این بارهای مثبتی که اینجا دارن حرکت میکنن با شوق و ذوق میخوان بیان برسن به این سر منفی، یه مقداری از انرژیشون اینجا گرفته میشه. یعنی انگار اصلا اینجا یه خورده ذوقشون برای اینکه برسن اینجا کم شده و اون هیجانی که داشتن یه خورده کم شده. از طرف این نقطه هم که پتانسیلش دقیقاً وی بیه، برای اینکه در یک سیم رسانه کامل پتانسیل همه جا برابره، و اگر این نقطه رو من اسمشو بذارم وی سی، باز هم VC من کمتر میشه از VB من. یعنی در نقطه C هم به نسبت نقطه B من دوباره افت پتانسیل دارم. یعنی بار مثبت من وقتی میرسه به اینجا، مجدداً اون هیجان و ذوقی که داشت یه خورده دیگه کم میشه، و این نقطه هم دوباره پتانسیلش هست VC، و من میدونم که وقتی بار مثبت از این مقاومت هم عبور میکنه، باز انرژیش کمتر میشه و میرسه به VD که این VD دقیقاً برابر هست با وی سر منفی باتری من. یعنی من انرژی بارهامو در طول این مسیر گرفتم و گرفتم و گرفتم تا برسن به این محبوبشون که همون سر منفی باتری باشه. خب حالا بیایید با هم یه سری اتفاقهایی که داره تو این مدار میفته رو دقیق‌تر نگاه بکنیم. ببینید این نقطه VD درسته، و این نقطه‌ای که من دارم VA، و من میدونم که VA منهای VD همون V مثبت من منهای V منفی من هست که اون دقیقاً برابر با ولتاژ باتری من. درسته، من اینو میدونم. از طرفی من میدونم که VA منهای VB برابر هست با R1 ضرب در I. پس بذارید من بنویسم این هست VA منهای VB. از طرفی R2 ضرب در آ، یعنی افت پتانسیل در مقاومت دوم هست اختلاف پتانسیل دو سرش، یعنی VC منهای VB، ببخشید VB منهای VC، و افت پتانسیل در مقاومت سوم هست VC منهای VD، یعنی پتانسیل در عبور از این مقاومت چقدر کم میشه. خب و اگر من بیام اینها رو با هم جمع بکنم، یعنی R1 I1 I به علاوه R2 I به علاوه R3 I، میبینم که میشه VA منهای VB به علاوه VB منهای VC به علاوه VC منهای VD که این VB با این VB ساده میشه، این VC با این VC، و این مساوی میشه با VA منهای VA
دی. درسته؟ این دقیقا برابر میشه با وی آمن های وی دی که همین ولتاژی هست که من اینجا دارم. درسته؟ پس این دقیقا برابر هست با ولتاژی که من اینجا در باتری دارم. حالا بیایید از این آی که در اینجا من دارم یک فاکتور بگیرم، یعنی آی ضرب در آر یک به علاوه آر دو به علاوه آر سه همونجوری که میبینید مساوی میشه با وی، یعنی ولتاژ دو سر باتری. بنابراین جریانی که از این مدار من عبور خواهد کرد، یعنی ولتاژ برابر میشه با ولتاژ دو سر باتری تقسیم بر آر یک به علاوه آر دو به علاوه آر سه. یعنی جریانی که از دو سر از این مدار عبور خواهد کرد که دیدیم آی یک و آی دو و آی سه همه برابر یک آی هستن، برابر میشه با ولتاژ باتری تقسیم بر جمع سه مقاومت. بنابراین من الان این مدار رو حل کردم به این معنی که تونستم جریانی که از همه سیم ها عبور میکنه که اینجا حالا به طور خاص فقط یک جریان هست رو به دست بیارم و اتفاقا افت پتانسیل در همه مقاومت ها رو هم به دست آوردم. در این مقاومت هست آر یک آی یک، این مقاومت هست آر دو آی دو و این مقاومت هست آر سه آی سه که آی یک آی دو آی سه رو من میدونم و توان مصرف شده در همه مقاومت ها رو هم میتونم به دست بیارم. توان مصرف شده در مقاومت اول مثلا هست آر یک ضرب در آی به توان دو طبق فرمول توان. خب خیلی هم خوب، ما الان تونستیم با همدیگه یک مدار الکتریکی رو به صورت کامل حل بکنیم. خب و حالا من جلسه بعد به صورت خیلی دقیق‌تر و به قولی کلاسیک‌تر بهتون میگم که وقتی یک مدار الکتریکی میبینید برای حلش باید چه روشی رو پیش بگیرید، از چه نقاطی شروع بکنید و به ترتیب چه مراحلی رو طی بکنید تا یک مدار الکتریکی رو حل بکنید. چون همه مدارها مثل این مدار من یک مدار تک حلقه و ساده نیستن که ما بتونیم خیلی راحت حلش بکنیم. خیلی هم خوب، در جلسه بعد میبینمتون. منتظر جلسات خیلی هیجان انگیز از مدار الکتریکی باشید. خداحافظ.